نبي من أنبياء الله مثل في العزم والتسليم موسى ذكرها المولى في القرآن حديث الخضر وآياته ويوم السينا وعصاته وليه في الأولين سيرة ذكرها المولى في القرآن حديث الخضر وآياته ويوم السينا وعصاته معدودة بالآية وفيها الأصل والغاية يعلم ربنا الإنسان آيات معدودة بالآية وفيها الأصل والغاية يعلم ربنا الإنسان نبي من أنبياء الله مثل العزم والتسليم موسى. السلام علیکم و رحمت الله و برکات. السلام علیکم و رحمت الله و برکات. به نام الله بخشنده مهربان. بار الها بر سرور و محبوب من محمد ابن عبدالله درود فرست. او که خاتم پیامبران است، او که از حق دفاع نمود و ما را به راه راست هدایت کرد و درود فرست بر اهل بیت و صحابه بزرگوارش. همانطور که می دانید داستان ما به جایی رسید که فرعون و سپاهیانش غرق شدند و دیدیم که امواج دریا بار دیگر جمع شدند و فرعون و سپاهیانش را غرق نمودند. آنگاه پس از غرق شدن فرعون، دریا جسد او را بر ساحل افکند تا در سبرتی برای آیندگان باشد. ایمان آوردم که خدایی نیست جز او که توسط بنی اسرائیل پرستیده می شود و من از مؤمنین هستم. جبرئیل علیه السلام در پاسخ به او فرمود: الان بعد از آن که عصیان کردی و از مفسدین بودی؟ چه اتفاقی بود؟ ای خدای من، چگونه چنین شد؟
دریا با امواجش فرعون و سپاهیانش را غرق کرد. حتی یک نفر از آنان را هم زنده باقی نگذاشت. نمیتوانم آنچه را که میبینم باور کنم. سپاهیان فرعون نابود شدند. آنها که از مدتها پیش ما را به بردگی کشانده بودند و تحقیر میکردند. چگونه موسی چنین کرد؟ به راستی که او پیامبر خداست. به لطف او از شر فرعون و سپاهیانش خلاص شدیم. تنها با یک ضربه عصا. نمیتوانم آنچه را که میبینم باور کنم. آیا خواب میبینم؟ موسی چنین کرد. او بر فرعون و سپاهیانش پیروز گشت. آری، به راستی که موسی چنین کرد. به راستی که او بر فرعون و سپاهیانش پیروز گشت. زنده باد موسی ناجی بردگان. 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 زنده باد پروردگار موسی. سرانجام فرعون غرق شد. درباره خیش می گفت من خدا هستم و آیا خدا می میرد؟ ای بردگان آیا به یاد می آورید که فرعون می گفت آیا سرزمین مصر و این رودها که زیر پایم در جریانند از آن من نیستند؟ من خدای بنی اسرائیلم. به راستی که فرعون مار خدای بنی اسرائیل. بردگان خوردن و نوشیدن و با مسرت رقصیدن و غرق شدن فرعون و سپاهیانش را جشن گرفتن و صفحه حقارت و بردگی در کتاب تاریخ را برای همیشه بستند. صفحه خاطرات دردناک و آن گذشته هولناک را بستند. موسی علیه السلام سجده شکر به جای آورد، زیرا الله متعال تا ابد او و قومش را از دست فرعون نجات داده بود. به نام خداوند بخشنده مهربان، شما آنان را نکشتید بلکه الله آنان را کشت و تو نبودی که به سوی آنان تیر افکندی بلکه الله به سوی آنان تیر افکند. راست گفت الله بلند مرتبه و بزرگ. از چاه بیرون بیا ای برده کثیف، چاه را آلوده کردی. دستت را به من بده و مرا بیرون بکش. دست مرا بگیر. بیا تا آلودگی و ناپاکی چاه را بیشتر کنیم. ها 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 ها
به کجا می رویم؟ نمی دانم. موسی به ما فرمان داد آماده سفر شویم و ما هم آماده شدیم. آیا آنقدر در این وضع می مانیم تا بمیریم؟ موسی باید سرزمینی برای ما پیدا کند تا در آنجا مستقر شویم. موسی خود می داند چه می کند. قلبم به من می گوید که او نمی داند چه می کند. آن قلبت نیست، بلکه شیطان لعین است. موسی هیچ گامی بر نمی دارد مگر با وحی از جانب پروردگارش. چرا نمی توانیم پس از مرگ فرعون دوباره به مصر بازگردیم؟ در مصر صدها فرعون دیگر هستند. موسی با معجزه ما را از شر آنان نجات داد. من نمی خواهم دوباره به مصر بازگردم. میبینم که دلت برای بردگی تنگ شده است. بشتاب، بشتاب که قافله در حرکت است. موسی علیه السلام در حال حرکت بود و بندگان را به سوی مقصدی از سوی پروردگارش هدایت میکرد. آنها در صحرای خشک پیش رفتند و پیش رفتند و پیش رفتند. بگذار اندکی استراحت کنیم موسی، ما به شدت خسته ایم. دو روز پیش راه افتاده ایم، ما طعم خواب را نچشیده ایم. آری میخواهیم ما خسته ایم. آنها بردگان بنی اسرائیل هستند که از چنگ فرعون گریختند. آری، درباره‌شان شنیدم. او نیز پیامبر آنها و رسول بنی اسرائیل است. نام او موسی است و او برادرش هارون است. او و پروردگارش ما را از چنگ فرعون و سپاهیانش نجات دادند. دریا تمام آنها را بلعید و هیچ یک از آنها را زنده نگذاشت. آن عصا را می‌بینید؟ آری، موسی با عصایش دریا را به دو نیم کرد و هر قطعه مانند یک کوه بزرگ گشت و ما از میان آب گذشتیم و به ساحل دیگر رسیدیم. فرعون و سپاهیانش از پی ما آمدند تا وارد دریا شوند، اما ما تا آخرین نفر به سلامت از دریا گذشتیم. آنگاه دریا دوباره جمع شد و فرعون و سپاهیانش در آن غرق شدند. موسی چگونه چنین کرد؟ پس او ساحری آگاه است. می گوید فرستاده خدای جهانیان است. بیا سخن کوتاه کن. ببین، آنها خدایانشان را می پرستند. آنها مردمی درست کارند. کاش ما هم چنین خدایانی داشتیم. ای موسی، ای موسی. خدایی همچون خدای آنان برای ما بساز. خدایی می خواهیم که بپرستیم و برایش قربانی کنیم.
خدایی میخواهیم که او را ببینیم. و چنین بود که بردگان از موسی علیه السلام خواستند که برای آنها بتی همچون بتهایی که آن قوم داشتند بسازد. موسی علیه السلام بر آنان خشم گرفت و از آنچه شنیده بود ناراحت شد. و بنی اسرائیل را از دریا گذراندیم و در راه به قومی رسیدند که برای عبادت بت‌هایشان گرد آمده بودند. در این هنگام بنی اسرائیل گفتند: ای موسی، همان گونه که آنان معبودانی دارند، برای ما نیز معبودی تعیین کن. موسی گفت: بی تردید شما گروهی هستید که جهالت و نادانی می کنید و عظمت الله را نمی دانید. یقیناً آیین مشرکانه اینها نابود شدنی است و آنچه می کنند نیز باطل است. و چنین بود که بردگان از آن درس چیزی نیاموختند. آنها با چشم خود دیدند که چه بر سر فرعون آمد آنگاه که با موسی دشمنی کرد، و تنها چند روز پس از فرارشان بار دیگر به سوی شرک بازگشتند. الله با تو باد ای موسی. و پس از آنکه کلام موسی علیه السلام را شنیدند و غضب او را دیدند، به مسیر خود ادامه دادند. كلمت موسى وعيسى باسمك اتكلم يا الله. كلمت موسى وعيسى باسمك اتكلم وقول أقول النبي الكل ده كان ضال، لكن إرادة ربنا سبقت. وقول أقول النبي الكل ده كان ضال، لكن إرادة ربنا سبق. وحكمة الخلق عند الخلق لو ثبت كان كله آمن بحكمة ربنا.